با سلام خدمت شما دوستان خوب و کسایی که برنامه رو دارید تعریف میکنید. ما تو برنامه اول در مورد definition of the main fundamental tactical strategy در قسمت اتک مقدماتش رو گفتم خدمتون. تو این جلسه میخوایم اولین آیتمی رو که باید در تاکتیکال استراتژی به تیممون تزریق کنیم و اونا اجرا کنن، اجرای مثبت و مؤثر انجام بدن، میخوایم اونو توضیح بدیم. اولین فاکتور که میخوایم انجام بدیم اسمش هست Losing the Marker. معنیش این هستش که ما اون کسی رو که از ما مراقبت میکنه سردرگم کنیم، یا با یک کلمه خیلی خودمونی تر، مدافعی که مراقب منه ما اونو قال بذاریم، یعنی یک کاری بکنیم ما رو گم بکنه. برای گم کردن طبق صحبتی که اینجا داریم باید اولین کاری که میکنیم این هستش که the action of getting away این the action of getting away من برمیگردم توضیح میدم. این عمل و getting away و عمل قال گذاشتن و عمل فرار کردن و عمل گم کردنشو واقعا شروع بکنیم. از کی گتینگ وی بکنیم؟ این گتینگ وی یعنی جدا بشیم ازش، فرار کنیم، فاصله بگیریم. این گتینگ وی از کی گتینگ وی بکنیم؟ از اپوزینگمون. این اپوزینگو هم اپوننت هم میتونیم بگیم، حریف. در نتیجه از کی فرار کنیم گتینگ وی، یا از کی انجام بدیم؟ از کسی که مراقبت از ما میکنه. در دومین قسمت در اینجا چطوری این کار را انجام بدیم، این قسمت رو، اینو چطوری انجام بدیم. تو مرحله دو میگه که بیاین by making a run، دویدن درست کنیم. پس اینجا با یه درس دیگه مواجه میشیم. مگر دویدن هم درست کردنیه؟ بله، انواع دویدن داریم که با اون انواع دویدن ها میشه getting away بکنیم از حریف. پس اینجا یه making run هم باید درس بدیم، بگیم چطوری make بکنیم، یعنی چطوری بسازیم. making run دویدن های متفاوت و مختلفیه که تو امید خدا ادامه این درس ها این دویدن های متفاوت هم میگیم. چون دویدن با نقشه انجام میشه و میکینگ ران با نقشه انجام میشه، برای اینکه حریف رو پشت سر بذاریم، برای اینکه گتینگ وی بکنیم، میشه تاکتیکال استراتژی. و یعنی اگر یه چیز ساده بود، مثلا یه یک دو بود میکردیم میگرفتیم، میشه تاکتیکال موومنت. اما به خاطر این پیچیدگی هست. حالا در مرحله سوم میگه برای ساختن دویدن های مختلف، در مرحله سی برای ساختن دویدن های مختلف تو مرحله سوم باید فایندینگ اسپیس بکنیم. خود فایند پیدا کردن فضا، خود پیدا کردن فضا خلق فضا رو به دنبال میاره، کرییتن اسپیس، خلق فضا، پیدا کردن فضا. برای اینکه خلق فضا بکنیم، فضا رو پیدا بکنیم، مرحله چهارم باید کارمون رو اینجا انجام بدیم. مرحله چهارممون making a dummy run. این dummy run ها چی هست؟ این dummy run ها عبارت است از دویدن هایی که فریبنده است، حقه آمیزه، کلکه، دویدن واقعی نیست. قسمتی از دویدن رو انجام میده، نشان میده میخوام برم تو این مسیر، اما هدفش نیست. ما اینم درس میدیم. وقتی این چهار تا کامل شد، حالا به هدف گم کردن، اون اولش که گفتیم losing
the market. اینجا که گفتیم losing the market، این losing the market در این چهار مرحله اتفاق میفته و هدفش میشه to receive the ball. تو رسید به بال، حالا میتونیم توپو دریافت کنیم. پس با یک پروسه چهار حرکتی، اول getting away میکنیم بر علیه opposing، بعد making a run میکنیم، تولید دویدن میکنیم، بعد finding space میکنه، با making a run که انجام میشه فضا پیدا میشه. اون دویدن making a run باید دامی باشه، باید فریبنده باشه. اگر این چهار عمل رو انجام بدیم، حالا میتونیم تو رسیب دو بال بکنیم، به راحتی توپ رو دریافت بکنیم. امیدوارم این درس رو به همین عرض میکنم خدمتتون که پله پله که داریم جلو میریم، هم کلمات انگلیسی این درس رو اونایی که تعقیب میکنن یادداشت میکنن، از این طریق زبانشون برای فهمیدن مقالات بهتر بشه. از اون طرف چون خیلی خود فیفا پله به پله پله به پله جلو میاد و آموزش رو به صورت استحاله، چطوری فسیل تشکیل میشه تو دل یه مثلا صدف، به آرومی جایگزین میشه، میگن استحاله. اینجا هم خیلی آروم آروم اینا رو جلو بیاریم، عجله نکنید. به همین ترتیبی که من جلو میرم با من پیش بیاید، ایشالله که بتونیم همه دروس رو انتقال بدیم و امیدمون این هستش که نسل جدید ما با این انباشت مطلب که 22 3 سال درس داده نشده و درس هم نمیدن، همین الانش هم آ داره برگزار میشه، میتونید برید کلاس آ رو بگید losing the opponentتون کو، سوال کنید آقا شما دارید درس میدید؟ میگم بله. بگید بی زحمت losing the opponent رو کی درس میده، کجاست؟ این 12 تا یکیشو بپرسید، نمیخواد بقیهشو بپرسید. موفق باشید، خداحافظ.